سلام به همگی، کریس هستم، دوباره در خدمتتون با یه ویدیو جدید که در واقع میخوام براتون در این ویدیو صحبت کنم در مورد بیشتر در مورد دایرکشن لاین، کوالیتی لاین و جیبو. یعنی تصمیم من این بود که ویدیو رو جدا جدا درست کنم. این کارم انجام دادم حقیقتا این چند روز گذشته، ولی وقتی ویدیو رو می ساختم دیدم که واقعا خیلی لازمه همشون این ست در واقع کنار هم دیگه باشه. حالا من این ویدیو رو به دو بخش می کنم. بخش اول بیشتر توضیحاته و در ویدیو دوم در واقع مثالای بیشتری از نوع ترید کردن و فهمیدن بیشتر کاری که دایرکشن لاین و کوالیتی لاین انجام میدن رو در واقع بتونیم ببینیم. در کاری که من میتونم بگم کوالیتی لاین در واقع برای ما انجام میده، حالا چرا اسمش رو من اصلا کوالیتی لاین گذاشتم، در واقع خط کیفیت فکر کنم میشه، علت اصلیش این هستش که کوالیتی لاین در واقع کاری که برای ما انجام میده، مهمترین بخشی رو که برای ما داره کراس کردن اسپن A هست، رسیدنش و تاچش به اسپن B هست که از مهمترین کارهایی که کوالیتی لاین برای ما انجام میده، و اینکه زمانی که داخل کومو هست در واقع اون قدرت روند رو به نوعی برای ما نشون میده. کوالیتی لاین میتونه دو عدد باشه، 63 یا در واقع 77، ولی من خودم شخصا بیشتر روی 63 کار میکنم و بیشتر دوستم روی عدد 63 در نظرش بگیرم. حالا دلیلاشو شاید زمانی که جیبو رو توضیح بدم بیشتر مشخص بشه. دایرکشن لاین، اگه بخوام صحبتی در موردش بکنم، چرا دایرکشن لاین اسم این رو گذاشتم؟ برای اینکه به نوعی تغییر روند یا اون دایرکشنی که توی مارکت هست رو به نوعی ما میتونیم ازش درک بکنیم، و مهمترین کاری که دایرکشن لاین انجام میده در واقع زمانی هستش که توی یک روند هست و داره جابجایی انجام میده. زمانی که مثلا پشت یک کمای نزولی هست و پشت یک کمای صعودی قرار میگیره مثل اینجا، و در واقع اون فلت هایی که برای ما ایجاد میکنه توی چارت، حالا میتونم بگم، یا معمولا زمانی که روند برمیگرده این اتفاق میفته که این فلت های خیلی بزرگ در واقع شکل میگیره مثل اینجا و اینجا و تا حدود اینجا، که ما از این فلت ها در واقع سعی میکنیم توی آینده به نوعی استفاده بکنیم. و همینطور در واقع میتونم بگم وقتی که کراسی رو با کوالیتی لاین انجام میده در واقع چه معنی واسه ما داره. در واقع کوالیتی لاین و دایرکشن لاین ما بیشتر دوست داریم اینا به هم نرسن که در واقع روند رو نشون بدن، اما زمانی که به هم نزدیک میشن و به نوعی دارن به هم دیگه میرسن، جایی هستش که کراس وقتی اتفاق میفته ما باید اولین در واقع دقت رو داشته باشیم به اینکه ممکنه اولین سیگنال تغییر مسیر باشه. در نوع دیگری که میتونیم از دایرکشن هم استفاده کنیم که خیلی مهم هست، زمانی که کراسه اسپن بی رو انجام میده و زمانی که اینجا تغییر ایجاد میکنه و اسپن بی رو میشکنه، در واقع یک حالت متعادل یا نامتعادل رو برای ما ایجاد میکنه که معمولا بعد از این اسپن بیا شکل میگیره، که اون
متعادل بودن دایرکشن لاین میتونه برای ما یک دیده خیلی خوب باشه. یعنی زمانی که دایرکشن لاین اسپن بی رو رد میکنه و به عنوان مثال در یک کومای نزولی به پشت کومو میره ولی به حالت صعودی وارد میشه، این اولین سیگنالی است که چون که ما حرکت نزولی داریم انجام میدیم یا میتونیم بگیم در یک کف هستیم یا در واقع سیگنال های ما بیشتر نزولی هست و خریدارها بیشتر توی فروشنده بیشتر توی مارکت هستن، این در واقع داره اولین حالت نامتعادل رو ایجاد میکنه که به ما داره میگه که در 216 گذشته، حالا من فکر کنم فراموشم کردم عددش رو بگم، 216 هست و 63. و اینجا جایی هستش که به ما میگه خب چرا در 216 گذشته میتونه مهم باشه اون در واقع بودن این در واقع اوریج یا میانگینی که بین خریدارها و فروشنده ها بوده. برمیگرده به همون عددهای جیپشن که قبلا در موردشون توضیح دادم که گفته بودم ما در واقع راند هایی رو داریم که شروع میکنیم از 26 9 17 26 که برای ما در واقع مهمترین راند ها هستن و هر در واقع اون پی دی اف قدیمی که دارم نوع محاسباتی که انجام داده بودم روی عدد های جبشیان و چرا به نوعی 216 میاد و برای ما مهم میشه که در مجموع چند تا دوره ما هستش. و حالا من سعی میکنم اینجا توضیحات خیلی ریز نشم ولی مطمئنم خیلی مطالب زیادی که قبلا گفته بودم موجود هستش و میتونید اونجا ببینید. و زمانی که دایرکشن لاین در واقع رد میشه از اسپن بی و هم نو هست یا هم سو هست با در واقع روند ما، در واقع میتونه باز هم یک معنای خیلی خوب داشته باشه که روند فروش ما هنوز میتونه یک روند در واقع قوی باشه. پس عبور دایرکشن لاین اسپن بی این در واقع مثال ها رو واسه ما داره. کوالیتی لاین در واقع همونطور که گفته بودم وقتی که توی کومو هست یک دایرکشن ببخشید یک مسیر خیلی ببخشید قوی رو نشون میده تا زمانی که کراس اسپن بی انجام میده. این کراس اسپن بی برای ما در واقع خیلی مهمه و همینطور کراسی که با دایرکشن لاین انجام میده. کراس های دایرکشن لاینش معمولا وقتی که در بالای کومو اتفاق میفته، یعنی منظورم تو این حالت اگر دایرکشن لاین نزدیک تر بود و کراس اینجا اتفاق میافتاد، معمولا اینها کراس های خیلی قدرتمندتری هستن. حالا در موردش باز هم بیشتر توضیح میدم. و آره همونطور که داشتم میگفتم عبورش از پن بی زمانی که در واقع کوالیتی لاین اسپن A و B رو کراس میکنه یا تاچ میکنه میتونم بگم، معمولا جایی هستش که ما انتظار یک آغاز پرش یا حرکت های شدید رو داریم وقتی که کوالیتی لاین در واقع اسپن B رو لمس میکنه. پس یکی از کارهایی که کوالیتی لاین برای ما انجام میده زمانی که توی کومو از هنوز اقتدار روند رو به نوعی به ما نشون میده و زمانی که میاد و در واقع اسپن بی رو ما رو تاچ میکنه، میتونیم بگیم تا بین 85 تا 90 درصد ما معمولا یه حرکت خیلی قوی در مارکت داریم که اینجا میتونیم حالا یه سری نمونه های خوبش رو حالا به نوعی ببینیم که در واقع حتی اینجا با اینکه شارپ هم بوده به خاطر فلت بودن حالا میتونیم بگیم توقف داشته و ریزش انجام میشه تا حالا در واقع جایی که دیگه در بازار میتونیم ببینیم. پس کوالیتی لاین یکی از کارهایی که میکنه در واقع این هست و با تمرینای زیادی که انجام بدید متوجه میشید که استفاده کوالیتی لاین و بریکش با اسپن بی به چه صورتی میتونه براتون باشه
معمولا اگر مارکت داره یه مقدار ساید حرکت میکنه، یه پرش رو به بالا یا پایین داره، حالا نسبت به موقعیتی که ما توی مارکت داریم، و اگر یه حرکت خیلی سریع باشه، این حرکت در واقع یه توقف خیلی خوب میگیره. پس این یک استفاده هست که ما از کوالیتی لاین و از پن بی در واقع به نوعی انجام میدیم. و در مورد اسپن ای هم، زمانی که کوالیتی لاین بیرون هست، بیرون در واقع کمو هست، به این حالت که معمولا وقتی بریک های اولیه شکل میگیره این اتفاق میفته، کوالیتی لاین در واقع یک زمانی میبره تا وارد کمو بشه برای تایید دادن اون مسیری که ما داریم. یکی از کارهایی که کوالیتی لاین با اسپن ای انجام میده، در واقع متعادل کردن و نامتعادل کردن چیکور اسپن هستش. حالا اگر توی چارت هم بچه دقت کنید، من فعلا تنکنسن و کیجنسن رو هاید کردم به خاطر اینکه یک مقدار دید راحت تر باشه واسه تون، چون اون کراس های کوالیتی لاین تنکنسن و کیجنسن هم میتونه برای ما خیلی مهم باشه. و آره، اینو داشتم میگفتم که در بیشتر مواقع زمانی که کوالیتی لاین میاد و اسپن ای رو تاچ میکنه، این هم بین 80 تا 85 تا 90 درصد چیکو رو از حالت تعادل به حالت نامتعادل در میاره یا برعکس. یعنی اینکه اگر چیکو ما به عنوان مثال اینجا، ببخشید، کندلی که ما داریم در واقع داره به اینجا داره شکل میگیره، میبینید که چیکو در حالت صعودی قرار داره. پس چیکو بالای یک حالت صعودی، پس ما انتظار داریم مارکت یا کندل ها در حال بازار هم به صورت در واقع صعودی حرکت بکنن. پس اگر این لایو بازار ما باشه، خب اصلا حالا من چرا این کارو میکنم، میتونم این رو بیارم اینجا. خب میگیم که اوکی، چیکو در واقع توی بالای یک مسیر در واقع سعودی هست، پس این میتونه به نوعی یک مسیر همچنان سعودی بار برای ما باشه، تا زمانی که میبینم اولین اخطار رو دارم از کوالیتی لاین میگیرم و در واقع کوالیتی لاین میاد و اسپن ای من رو به نوعی در واقع قطع میکنه. اینجا جاییه که من تا حالا اگر هایولو داشته باشم مثل اینجا، ولی این اولین سیگنالیه که من میتونم بگیرم که در واقع میتونه چیکو رو به حالت نامتعادل در بیاره و در واقع چیکو الان باید شروع کنه کم کم به حالت مخالف در بیاد، و زمانی که در واقع ریزش های ما هست، باید انتظار داشته باشیم که یعنی وقتی که به بالای کندل سعودی میرسه، برای ما یه حالت معکوس در واقع ایجاد بکنه. و در واقع وقتی که به جلوتر میایم، این رو تا حدودی میتونیم در واقع مشاهده بکنیم. پس زمانی که چیکو به بالای این کراس میرسه، در واقع میشه گفت اولین اخطار ما در حال شکل گیری هستش، که به این صورت میتونیم این رو در نظر بگیریم. حالا کوالیتی لاین ما میدونیم که همچنان داره، درسته میگیم، یه قدرت نزولی رو، ببخشید، قدرت صعودی رو به ما نشون میده. پس من اگر حتی بعد حواسم به دایرکشنم باشه که به نوعی اسپن بی رو در واقع قطع کرد و صعود رو هم به نوعی بیشتر برای من تایید میکنه. این نقاطی هست که
منظورم اینه که جوری هستش که ما در واقع در نظر میگیریم و همونطور که میبینید کاملا حالت نامتقارن ما اینجا شکل گرفت بعد از اینکه چیکو به در واقع کراس کوالیتی لاین و اسپن ای میرسه. دقت کنید من 85 تا 90 درصد این اتفاق میفته و معمولا بهترین حالتش زمانی هست که یه بریک انجام میشه و کوالیتی لاین برای اولین بار وارد کومو میشه. معمولا تو این حالت خیلی بهتر جواب میده و بهتر کار میکنه. دایرکشنال از یه طرف میدم در واقع پشت کومو اومده و داره حالت صعودی ما رو به نوعی تایید میکنه. یک چیزی که در میتونم بگم در دایرکشن لاین برای ما خیلی خیلی مهمه بچه ها، اون فلت های بزرگیه که در واقع ایجاد میکنه که براتون یه صحبتی در مقدمه و در ابتدای کار داشتم. اما در واقع یکی از کارهای خیلی اصلی و مهمی که این فلت دایرکشن لاین بعد از شکست اسپن بی یا کومو برای ما انجام میده، اون حالت در واقع به دونیم کردن یا تقسیم کردن حرکت های مارکت هستش. یعنی زمانی که ما پرایس اکشنی شروع کردیم کار کردن و ترید کردن، خب به ما یاد دادن که وقتی این حرکت ها رو داریم، حالا به صورت ساپورت و رسیستنس، یعنی میگیم که در واقع به چه صورت ما میاییم این در واقع ترید ها یا فهمیدن پرایس اکشن که در واقع هی زدن لوهای بالاتر و زدن های های بالاتر هستش، اون تغییر روند رو به ما نشون میده. درسته؟ پس چیزی که هستش، یکی از استفاده هایی که من خودم شخصا از دایرکشن لاین میکنم در واقع درک فهمیدن این که تا کجا میتونه اون روند ادامه داشته باشه. برای اینکه بخوام بخش بعدی رو براتون توضیح بدم، پس الان فکر کنم موقعشه که باید یه مقدار هم راجع به جیبو صحبت بکنم، چون جیبو اینجا الان نقشش فوق‌العاده مهم میشه. اونم به این صورته که ببخشید عددهای جیبو رو ما داریم. حالا من سعی میکنم اینجا بذارم که بتونید ببینید. حتی دیگه همه فکر کنم وارد هستید. در 216 که وارد ترین ما هست، 153، 129 و و و و. حالا میتونم اینم بذارم اگه میخواید یه اسکرین شات بگیرید، ولی دیگه توی فکر میکنم همه فایل ها رو داشته باشن و دارن به نوعی حالا استفاده هم میکنن. این در واقع جیبوناچی هست که ما در واقع استفاده میکنیم. جیبوناچی برای ما چیزی که خیلی در واقع مهم هست فهمیدن اون سایکل هایی هست که در واقع برای ما وجود داره. اون سایکل هم به این صورته که در واقع من اگر اینو بیارم پایین تر، بذارید یه جای چیز برم که براتون بیشتر بتونم بهتر توضیح بدم. کاری که جیبو میکنه در واقع اون راندهایی رو که برای ما خیلی مهم هست رو در واقع به نوعی مشخص میکنه، یا اون سایکل هایی که ما در واقع حرکت میکنیم. حالا میتونید 170 خورده ای رو فعال بکنید اگر کسی که دوست داره بگیره، ولی من شخصا 216 و 153 و در واقع 184 هست که برام خیلی مهمه. در واقع توی اکستنشن هم در واقع همین کار کردم و تا حدودی میتونم بگم که میگم 184 108 ببخشید، اکستنشن هم میشه به همین صورت تنظیمش کرد. این استفاده که ما میکنیم خیلی شبیه همون فیبو درکش، ولی حالا خیلی از دوستان میگن خب حالا این همون کارای فیبو رو میکنه، 63 معنی همون خود 61 بود اونم چند فیبو رو میده و از این حرفا، ولی من استفاده که از این میکنم یکی 52 که برای من خیلی مهمه که اون نیم کردن یا اون وسط های مارکت هست که در واقع خیلی شبیه همون کاری که ما از دایرکشن لاین استفاده میکنیم. جیبو این کارو
به نوعی برای ما انجام میده و در واقع فهمیدن این در واقع ریزش ها که بعضی وقتا تا 35 ما در واقع میزنیم و با این لبل هایی که به صورت پایین تر حرکت میکنیم. 52 حکم دو نیمه در واقع وسط راند اول و راند دوم ماست که قبلا یه مثال زده بودم که اگر 52 معمولا به 63 برسه و 9 تا 17 دوره بتونه اینجا دووم بیاره، حتی بعضی موقع بر میگرده دوباره داخل، ما یه مقدار مطمئن هستیم که تا 72 به 77 میره و میتونه اون راند دوم رو کامل کنه و حرکت کنه برای راند سوم ما که هستش بره، یا سایکل هایی که ما داریم. و 216 هم در واقع حالت فوق العاده اشباع ما میشه در مارکت. و 108 در واقع واسم به نوعی ما خیلی مهمه، چون 108 در واقع بیشتر مواقع مارکت به نه به حالت اشباع کامل، به حالت نیمه اشباع میرسه، جایی که معمولا اون ریورس ها یا پول بک های خیلی بزرگ مارکت انجام میشه. معمولا وقتی به 108 میرسه یه برگشت های خیلی بزرگی ما داریم و بعد از یک کارکشن یا روند های برگشتی خیلی بزرگ دوباره مثلا روند سابق برمیگرده تا به 216 برسه. و در واقع 208 این معنی رو برای من پیدا میکنه. حالا در واقع من خودم شخصا دوست دارم همیشه از کومو استفاده کنم. شما میتونید از های کندل بگیرید. ببینید شاید یه تفاوت های کوچیکی ما میتونیم بگیم با هم دیگه دارن، ولی زمانی که به سایکل ها میرسه، یعنی 52 معمولا نزدیک ترین ایش مشخصه، ولی زمانی که به سایکل ها میرسه اگه دقت بکنید کومو یه مقدار سیگنالش متفاوته، میتونیم بگیم از پایین به بالا یه مقدار کمتر دیرتر یا زودتر از بالا هست و یه مقدار کار ما رو تو این مسئله تا حدودی راحت تر میکنه. خب ببینید من اینو ببخشید، آره کمو هستش دیگه، درسته؟ برم اشتباهی بکنم. خب ببینید ما زمانی که کمو رو رس... ببخشید جبشین و جیبو رو رسم میکنیم، جیبو رو جبشین در واقع رسم میکنیم، این 52 و زمانی که من این رو رسم میکنم یه حالتی که داره، میتونم از شکست های کمو استفاده کنم یا از خود کندل ها. ما برای بعضی مواقع برای یه سری تاییدای خیلی بهتر میتونیم از خود در واقع کمو هم استفاده بکنیم که وقتی از کمو اینو نصب میکنیم در واقع رسمش میکنید میتونه سیگنال های خیلی مطمئن تر و قوی تری هم برای ما بده. خب من اینو رسم کردم، اوکی. حالا ما میگیم ترند هم در واقع شاید یه جاهای اینجاها بوده، میگم اوکی به 52 چندین بار رسیده و تا اینکه میره 63 رو تاچ میکنه برای اولین بار، ولی در واقع میبینم که 9 دوری بعدش بعد از یه خروج و برگشت اتفاق میفته. پس تا حدودی میتونم این پروژکشن رو من برای آینده داشته باشم که من نزدیک 90% 72 و 77 رو تاچ میکنم. حالا میبینیم که نوسانهای خیلی زیادی داشتیم که حالا راجع به اینا هم توضیح میدم. ببینید زمانی که من جیبورا رو در واقع به نوعی رسم میکنم، حالا در این حالت که ما میبینیم توی برگشت ها ما معمولا یه دایرکشن لاین به نوعی میتونیم بگیم داریم. حالا من اینو روی کندل ها ببرم که براتون بخوام کندلی توضیح بدم، شاید برای چشماتون راحت تر باشه به نوعی. خب و در واقع همونطور که میبینید این دایرکشن لاین ما زمانی که جیبو رو رسم میکنیم میتونه در زیر 52 قرار بگیره، بعضی هم واقع روی 52 بعضی هم واقع بالای 52، یعنی اون کار نیمه رو به پایینی که ما در واقع داره. این در این حالت ببینید
تو این حالت برای من این هستش که میگه که مارکت هنوز علاقه بیشتری در واقع به پایین رفتن داره. خیلی خوب دقت کنید اینجا به حرفم. میگه که اینجا علاقه بیشتری به پایین رفتن داره و ما در واقع حرکت های متقارنش هم حالا اینجا میبینیم به نوعی که در واقع وقتی به سمت پایین حرکت میکنه با اینکه خلاف مارکت هست و تا زمانی که ما یک لو میزنیم اینجا، درسته؟ من زمانی که شخصا خودم بخوام تاییدیه بگیرم از این مسئله، خب به یه چیز دقت میکنم. یکی این که میگم کومو من حالت سعودی داره و دایرکشن لاین من به نوعی پشت کومای سعودی من قرار گرفته. این یه سیگنال خیلی مهمی هست برای من، چون دایرکشن لاین وقتی پشت کومو قرار میگیره معمولا میاد و اون تغییر سیگنال رو، تغییر نه سیگنال، تغییر ترند رو به نوعی میخواد برای ما نشون بده. یعنی من انتظار داشتم که مارکت پایین تر حرکت بکنه به خاطر اینکه زیر 52 در واقع بوده، ولی خود این خط در واقع برای من اهمیت فوق العاده زیادی داره. استفاده ای که ما از این فلت میکنیم، اگه بخوام از اول این ریزش براتون بگم، جایی هست که من میام یه اکستنشن رو در واقع رسم میکنم از بالا به پایین به خود دایرکشن لاین و این رو اینجا نگه میدارم و من اینجا اولین تارگتی که معمولا دنبالش میگردم 108 هست و بر اساس آینده یا کارکشن تاییدی هایی که ما میگیریم تا 216 هم میتونیم با این حرکت بکنیم. پس این برای اول مارکت که من زمانی که اگه توی ریزش بودم و اینجا دایرکشن لاین به نوعی در واقع خیلی هم سیگنالش سیگنال در واقع بدی هم بوده، چون اگه داخل کومو میریخته اومده بیرون، اگر پشت بوده من خیالم راحت تر بود که تا 216 میتونستم برم. این یکی از استفاده که ما میتونیم بکنیم. حتی اگر اینجای بازار باشیم از این میتونیم کمک بگیریم که یه مقدار خیالمون راحته که اینجا یه حالت کف برای ما داره به خاطر اینکه توی محدوده در واقع 108 هستیم. این یکی از استفاده ای که من میتونم ازش بکنم. یه استفاده دیگه ای که ازش میکنم اگر روند برگشته باشه، خب من اینجا در واقع دیدم ریزشم انجام شده زیر اون ساپورت حالا گذشته مارکت بوده و تا اینجا همه چیز دایرکشن لاین من خوب نشون داده. یکی از کارهای دیگه ای که میتونم بکنم همین کارو زمانی که توی حالتهای روند هستم میتونم در نظر بگیرم که برای من یه جورایی توی کارکشن ها وقتی که ما بین دو نیمه قرار میگیریم، ببینید خوب دقت کنید، اینجا ما حرکت نزولی داشتیم. خب من الان میگم اوکی توی حالت کارکشن هستم، به عنوان مثال انرژی جمع کردن که بخوام دوباره به سمت پایین برم. چیزی که برای من یکم داره اهمیت هست، زمانی که این دایرکشن رو نصب کنم حداقل باید مطمئن تا حدود 90% به جای اینجوری بگم این 72 60 من باید تا حدودی تاچ شده باشه و اگر تاچ شده باشه ما تارگت 108 رو هم میتونیم به نوعی در آینده در نظر بگیریم. اگر من این رو نصب کنم با این شرایط و ببینم 63 و 72 من تاچ نشده، این میتونه اولین سیگنالی باشه واسه من که این ممکنه در واقع رسیستنس که برای من اومده پایین میتونه یه رسیستنس جدید باشه که دایرکشن لاین برای من ایجاد کرده که باید دقت بکنیم که ممکنه ترید در واقع برگرده و اون تاییدیه رو به من در واقع نده. برای اینکه من اگر میخواستم در واقع یه سیگنال تمیزتر از این در بیارم از دایرکشن لاین، دایرکشن لاین میتونست جلوتر حرکت بکنه به سمت در واقع به صورت پله‌ای به سمت در واقع بالا بره که این اتفاق نیفتاده. پس این رسیستنس خود دایرکشن لاین برای من اینجا خیلی مهم میشه که بریک بکنه و بخواد این رو به من نشون بده که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه، که همزمان با 35 منم هستش. یک تاییدیه دیگه که من میتونم بگیرم در واقع
تاییدیه کوما هست که اگر بخوام ادامه اون رو بدم و تا حدودی مطمئن باشم که این برگشت به سمت پایین هست و تا 216 میخواد بره، 216 اکستنشنی که براتون کشیدم، یکم صبر میکنم تا کومو اسپن A و اسپن B زیر 35% در واقع تایید بشه، یا به نوعی میتونیم بگیم به دستمون بیاد. خب پس این اولین استفاده ای بود که من میتونستم از این بکنم. پس در واقع زمانی که اینجا هستم میبینم اوکی، اولین اختیاری که گرفتم اینه که دایرکشن لاین به نوعی داره وارد اسپن ای منو در واقع تاچ کرده، لمس کرده. کوالیتی لاین هم میبینم به نوعی میاد اسپن ای رو که گفتیم، و وقتی اسپن بی رو ببخشید تاچ میکنه، معمولا یه حرکت های خیلی بزرگی داریم توی مارکت اتفاق میفته، یا اگر اتفاق افتاده بوده استاپ میشه و به سمت ساید بای حرکت میکنه. پس این یکی از چیزایی که من از کراس کوالیتی لاین و در واقع به نوعی تاچ کردن یا کراس اسپن بی به نوعی احتیاج دارم. حالا اینجا هم یه نمونه دیگهش بود، الان دیدم در واقع با اسپن بی اتفاق افتاده. همین که کوالیتی لاین تاچ میکنه اسپن بی رو، باید خیلی بهش دقت رو کنیم بچه ها. اوکی. میتونه حالا بعضی مواقع یک کندل یا دو کندل هم دیر و زود بشه، ولی سوخت و سوز خل قدیمی ها. اوکی. خب این شد داستانی که من داستان کنه، حالا میتونیم بگیم چیزی که از این داریم. حالا با اون توضیحاتی که دارم، من باز هم میتونم کار دیگه ای که انجام بدم از همون های ولیدی که دارم. خب میتونم دوباره رس بکنم و بگم اوکی تا 108 من دوباره جایی هست که میتونم تا این بمونم تا تاییدی اون توضیحات قبلی که دادم اتفاق بیفته. پس من از هر های لوی کومو میتونم با دایرکشن لاین استفاده رو بکنم. این شاید چند تا کندل دیگه بالا و پایین شده که دیگه اینا رو به بزرگ خودتون ببخشید. این هم استفاده در واقع نوع دیگه هستش که من میتونم از دایرکشن لاین به نوعی انجام بدم. پس این به این صورت هستش. و دایرکشن لاین دوباره وقتی که اسپن بی رو در واقع کراس میکنه، حالا میبینم اینجا به حالت فلت خیلی طولانی مدت هست که در واقع همون داستانی رو که براتون گفتم من میتونم ازش استفاده کنم. حتی با یه تمرین زیاد بچه ها بدون جیبو هم شما میتونید این رو در نظر بگیرید. بچه زمانی که دایرکشن لاین روی 52 یا همچین اختلاف های فوق العاده کمی داره، این رو به حالت کاملا ساید وی در نظر بگیرید، مثل پترن مثلث که میگیم از هر سمت میتونه بشکنه، یعنی میتونه بزنه برگرده بریزه یا بشکنه. به خاطر همین زمانی که این دوتا 52 و دایرکشن لاین خیلی به هم نزدیک هستند، باید خیلی حواس خودتون رو جمع کنید که تشخیص درستی بدیم برای مارکت. ولی باز من میتونم همون استفاده گذشته رو بکنم، یعنی زمانی که این فلت در واقع داره شکل میگیره، برای اطمینان کار خودم میتونم بگم اینو رسمش میکنم، میگم اوکی در واقع 108 من اینجا در واقع به نوعی تاج شده و میتونه این یه کف خیلی خوب باشه مثلا برای اون حرکتی که من میخوام داشته باشم. پس من میتونم در جا از لوی کمون به این رسم بکنم اوکی، و 108 میتونه بعد از شکست دایرکشن لاین 108 میتونه تارگت اول من باشه، و بعد از تاییدیات 216 اگر رفت میتونم باش حرکت بکنم. پس این اون حالت نیمه یا حالت تعادلیه که معمولا ایجاد میکنه دایرکشن لاین وقتی که فلت میشه، و این فلت هر چی بزرگتر باشه مارکت دورش بیشتر میچرخه. یعنی مثل اینکه بچه ها شما میایید در واقع انگاری مارکت رو زمانی که فلت هست انگاری مارکت میشه دو بخش اوکی، و باید حتما مارکت وقتی که ازش خیلی دور میشه باید دوباره برگرده به سمت اون فلت. یعنی همچین حالتی رو میتونید تجسم بکنید از در واقع دایرکشن لاین. من نکته‌ای که دارم توی ویدیو میگیرم، حالا بچه شما خودتون میتونید نوت برداری رو بکنید در مورد استفاده که ما از جیبوناچی و
حالا جیبوناچی رو البته اینم بهتون بگم که کاملا مثل همون سبک فیبوناچی هم میشه ازش استفاده کرد، یعنی هیچ چیز خاصی نداره. حالا من میتونم از خود کومو یا کندل استفاده بکنم که ما زمانی که میتونیم بگیم حالا مثلا اینجا ریزش ما شروع شده به نوعی و به نیمه ما رسیده، حالا تا 72 77 میتونه اون ترید در واقع سایکل تموم شده ما باشه و تو این حالت هم که بحث ساپورت رسیستنس تا 72 در واقع به نوعی حرکت کرده، اون حرکت در واقع ریزشی ما. معذرت میخوام. پس این دوباره استفاده ای که ما میتونیم جیبوناچی رو کاملا مثل خود فیبوناچی به نوعی استفاده بکنیم. پس دوباره من اینجا میبینم که یه فلت خیلی خوب دارم، در واقع فلتی که خیلی عالی شکل گرفته. میتونم کاری که بکنم از این لو، حالا میتونم اول با این فلت میبینم که اوکی در واقع عبورش به نوعی انجام داده. حالا اگه بخوام از خود این فلت تا این فلت بگیرم که 108 من رو در واقع رسیده توی مسیر در واقع پر کرده و این میتونه اولین اختیار واسه در واقع من باشه که میتونم بگم ترید به نوعی میخواد یه استراحت بکنه تا 216 بره یا برگشت، که ما این رو دیگه بعدا میتونیم با استفاده از ابزارهایی که داریم در واقع به نوعی در بیاریم. پس این میشه در واقع استفاده که ما میتونیم از در واقع دایرکشن لاین و کوالیتی لاین دوباره نسبت به کراس های خودشون در واقع انجام بدیم. خب اینجا در واقع های جدید ما هم زده شد و تاییدیه رو گرفتیم به نوعی. حالا شخصا حالا به نوعی انتظار داریم که تا این قله، که این قله ما یه در واقع حرکت جدید رو حالا بحث اون چیزی که در واقع اسپن بی داره به ما نشون میده برای ما اتفاق بیفته، که حالا این هم حالا وسطش به نوعی همون سیگنال های در واقع به نوعی ایچیموکوی هستش، که همچنان ما اختلاف چیکو اسپن رو نسبت به مارکت هم داریم میبینیم و در واقع اینجا میتونیم بگیم تا حدودی این به پایان میرسه و حالا دوباره داریم به فلت فلت میرسیم که همون اولش در واقع این حرکت رو داریم و دوباره فلت اسپن بی بی و اینجا که در واقع وقتی که یک کراس خیلی کوچیک داریم و دوباره هم سویه اینها با هم دیگه هستش که ما انتظار در واقع ریزش بیشتر رو داریم و فلت دوباره به قله، که این قله میتونه دوباره برعکس، یعنی حرکت ما رو در واقع حرکت جدید رو داره به ما نوید میده که دوباره میتونیم بگیم صعود صعود و نزدیک به نزول دوباره و اینجا ریزش و دوباره به همین صورت حرکت میکنیم. یعنی خیلی راحت میتونیم چیکو رو داشته باشیم چون چیکو دوباره به حالت در واقع تعادل در اومد بعد از این کراسی که کراس اول تر بود، چون حالت نامتعادل داشتیم اینجا دوباره متعادل شده بود و داشت به اساس مارکت حرکت میکرد. به خاطر همین اینجا باید ریزش الان اتفاق بیفته اگر هنوز تو حالت متعادل باشیم، که بله حتی خب این دره رو داشتیم بالا بالا فلت فلت، پس بعد این همچنان ادامه پیدا کنه و دایرکشنال هم میبینیم که داره خیلی خوب این مسیر رو برای ما به نوعی ادامه میده. خب این یه توضیحاتی بود که من گفتم در مورد جیبو و دایرکشن لاین بهتون بدم. دایرکشن لاینی هم بچه برای ما خیلی مهم هست که یه چیزی رو که فراموش نکنیم، اون در واقع ساپورت ریزیستنس هایی هستش که خود این فلت ها برای ما دارن و زمانی که همونطور که میبینید ما به صورت پله‌ای داریم حرکت میکنیم، همونجوری که روند داره حرکت میکنه
این ویدیو رو چندین بار ببینید در مورد حرکت هایی که دایرکشن لاین زمانی که داره برعکس مارکت میره، منظور ما چی بود، و زمانی که داره در واقع کامل از فلت داره حرکت میکنه، که دلیل که اینجا تا 108 نرفت همین کامل فلت بودنشه و تا 72 بیشتر در واقع دووم نیاورد به نوعی. این آره در واقع چونم بگم استفاده هست که به نوعی با فیبوناچی و در واقع دایرکشن لاین ما استفاده میکنیم و انجام میدیم. حالا اگر این رو من بخوام یکم جلوتر ببرم که بتونم چند تا مثال دیگه هم بذارم براتون، خب اینجا دوباره میتونیم از کومو تا اینجا که در واقع میتونیم بگیم دوباره ما به یه صفحه تا پایین ترش هم تا 129 154 هم رفتیم که حالا این ساپورتی که ما داشتیم از دایرکشنال گذشته در واقع این رو برای ما نگه میداره و اون دوباره میگم حالت دونیم کردن در واقع حالتی که ما داریم. خب اگر لو اول مارکت بوده وقتی که دایرکشنال داره در واقع به نوعی شکل میگیره اینجا، دیگه ما انتظار اینو نداریم که البته اصلا به سمت بالا بره، چون اون لوی بالاتر هم نداشته تا حتی اگه بخوایم لوی بعدی هم حساب بکنیم که تا 26 تونسته خودش رو بیاره بالا، ولی آنچنان چیز مهمی در واقع برای ما نبوده. و امیدوارم حالا این مثال کافی بوده باشه. دوباره اگه بخوایم از لو بگیریم تا بالا که اینجا دیگه 108 رو خیلی خوب حالا زمانی که رسیده رد کرده، هنوز تو حالت صعودی بودیم، یعنی از خود سیگنال های بچه ها که داریم، حالا من خیلی ریز نمیشم ولی سعی میکنم توی نه این ویدیو دوم، چون که با حالت تنکنسن و کیجنسن هم میخوایم صحبت بکنیم و یه سری مثال های لایو هم انجام بدیم که این کراس های کوالیتی لاین بر اساس توضیحاتی که بهتون دادم چه استفاده هایی میشه ازشون کرد و فکر میکنم این کراس ها خیلی دیگه مشخصه، یعنی کراس های خیلی قوی هست که کوالیتی لاین و دایرکشن لاین برای ما انجام میدن که از در واقع ادامه روند یا تثبیت شدن روند میتونم اینجوری بهتون بگم برای ما در واقع هستش و شکل میگیره. پس این در واقع نوع استفاده هست از فیبوناچی، دایرکشن لاین و کوالیتی لاین. من سعی میکنم تا جایی که میتونم باز هم براتون مثال های خیلی خیلی بیشتری بزنم. دقت کنید اینجا مثل اینجا که ما دوباره یه حالت نامتعادل داریم، یعنی دایرکشن به سمت بالا رفته ولی البته ترید به سمتش اومده، ولی در کل ما حالت نزولی داریم، مثل همون مثالی که اول کار دیدیم که حالا فکر کنم رد شدم ازش که به چه صورتی میتونه حالت متفاوت بازار رو برای ما نشون بده. یک چیز دیگه هم که هستش، باید همیشه به موقعیت دایرکشنال خیلی دقت بکنید که زمانی که پشت یک کومو هست، یعنی منظورم وقتی که سعودی هست داره اینجوری حرکت میکنه در پشت کومو اسپن بی، زمانی که در واقع نزولی هست و داره از اینجا حرکت میکنه که فکر کنم اون اول کار یه مثال همون اول دیدیم که با کوالیتی لاین داشتن دوتای از اینجا میریختن، اینا معمولا سیگنال های قوی نیست و میتونه پایان زود هنگامی داشته باشه. یه نمونه فوق العاده بریک اوت های خوبی هم که دایرکشن لاین به ما میده، مثل همون داستان کومو توی در واقع اون پایه های اول کومو شکل بگیره، نه وسط های کومو، چون اون حالت دونیم کردنه که ما میگیم. حالا بعضی موقع میگید من کجا بدونم اینجا وسط یا نهایت هست؟ خب ما الان صحبتشو کردیم که گفتیم میایم در واقع این رو قرار میدیم که تا 108 حرکت میکنیم. خب 108 که ما رسیدیم بر اساس سیگنال های آینده‌ای که داریم، حالا نوع تریدی که میکنیم یا به هر صورتی که سیگنال گرفتیم میخوایم ادامه روند رو بدیم، اینجا ما میتونیم
بگیم که اگر کمد ریزشی شد اینجا یا جای خوبی خوبی بوده یا نبوده، ولی چون که در اینجا دوباره ما یک کمای سوری برامون شکل میگیره توی برگشت و همونجور که میبینید تا اینجا ما داریم حالت متعادل رو داریم، ولی اینجا وارد حالت نامتعادل میشیم چون که دایرکشن لاین ریزشیه و کمو سوریه و کوالیتی لاین هم داخل کموه سوریه. پس این سیگنال میتونیم بگیم خیلی هستش برای ما. تا زمانی که کراسش با اسپن بی در واقع انجام میشه که میدونیم اینجا سر هشتی که به نوعی کفی بوده که ما داشتیم و انتظار بیشتری ازش نداشتیم که بخواد تا اون قسمت حرکت بکنه. حالا این جوری که دارم میبینمش ولی مطمئن نیستم، ولی فکر کنم از همون پترناس که میگیم 0 و 17 رو توی 0 و 17 بخواد برگرده، که اینم بهتون یاد داده بودم وقتی حرکت شارپ انجام میشه توی اون نبات، این خیلی حالا قشنگ نیست ولی تو اون های ساید وی که انجام میشه و بعد به صورت مورب بالا میره، میتونید 52 رو بذارید بین 0 تا 17. ما میگیم جایی هست که برمیگردیم تا 52، معمولا اینجا تعیین کننده است که آیا ادامه میخوایم بدیم یا خیر، چون این اگر بریزه تا ته میره، اگر نه که کاملا سعودی میشه یو اس دی ین. هم بچا دقیقا یه همچین حالتی داره شکل میده، حالا برای این هفته و هفته آینده حواستون بهش باشه. که دوباره من استفاده که میتونم بکنم میگم که اوکی، ببخشید، این میتونم این رو به نوعی بندازم و دوباره میبینم سر هشتم اینجا با همون 52 کامل شده. پس اینجا میتونه دوباره یه کف بر من باشه. اگر به 63 نرسیدم میدونم که اینجا حرکت من میخوادی به صورت در واقع سعودی یا ببخشید به صورت سعودی حرکت بکنه. پس دوباره روند من وقتی که برگشت به سمت بالا و رفت، دوباره میتونم از پایین کمو در واقع روی این قرار بدم و دوباره میگم 108 تارگت اول من و 216 هم به نوعی تارگت دوم من میشه، چون که توی مسیر ادامه داری دوباره قرار گرفتم. و این میشه داستان، میتونم بگم ویدیو اول. و ویدیو دوم خواهیم داشت برای مثال های بیشتر، ترید های بیشتر و به خصوص کوالیتی لاین با اسپن A و اسپن B که فوق العاده است. حالا امیدوارم توی مثال هایم که و تمرین هم که خودتون انجام میدید بتونید اینا رو خیلی خوب ببینید. مرسی، فعلا خداحافظ تا ویدیو بعدی، شبتون خوش.